باید بریم کیش، یعنی من باید برم کیش. بابای بیتا دستور داده یه ماشین اونجا داره فروخته بشه، موعد مستاجرشون هم رسیده، باید عوض بشه. به من گفت برو این کارا رو انجام بده. سهیل گرفتن. چی؟ 40 میلیون پول برداشتم، 200 تومن دادی به این یارو نزول خوری که من آزاد شم. بابا من بیتا رو اوکی کردم، تو با ما میای دیگه. آره میام. اجاره نامه، سند ماشین. اونجا کارا رو خودت انجام نده، بذار کارگر رو انجام بدن، تو خسته میشی. چاش. شوهرم رفته ماشین رو بفروشه. شما میگین یه خانومی پشت ماشین منه، درسته؟ یه خانومی پشت فرمونه؟ آها ببین، احتمالا ماشین رو فروخته یا اینکه داده مشتری چیزی بره دور بزنه باهاش. ما زنگ زدیم به نگار گفتیم پول میخوایم، یادته؟ خب آره. کلی خندیدیم. بعد اینکه کلی خندیدیم، یکی بهش زنگ زده، باهاش قرار گذاشته، رفته پولا رو ازش گرفته و فلنگو بسته. میشه بپرسم چرا داری منو تعقیب میکنی؟ اون دختری که تو کیش پشت فرمونی ماشین من نشسته بود کی بود؟ من فکر کردم اون سوء تفاهم برای شما برطرف شده، پرونده بسته. ولی ظاهرا نه. بله سوء تفاهم. آها. بی تو داری اشتباه فکر میکنی. خودتو درگیری موضوعی کردی که اصلا وجود نداشته. فقط اگه امکانش هست لطفاً عکس‌ها رو برام بفرستی. ما نمی‌خوایم آتیش بیاره این مرکه باشیم. یه سوء تفاهم بود و تموم شد و رفت. واسه من تموم نشده. این قضیه‌ای که میل کردی، این قلیونی که کشیدی، بعدش که رفتی پیش زن و بچه، شما برای شاهد داری دیگه، یعنی رفیقات، خانواده‌ات، پای پلیس بیاد وسط شهادت میدن دیگه. آقا اصغر، قربان، شکر، همه اونجا بودن، اصلا جیگری خودشم بودن، میخوای اصلا برم بدم پیش چهران شهادت بدن، اصلا میخوای بریم پیش زن بچه‌م هم اونا شهادت بدن، خوبه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای کاری بکن پیش زن بچه‌گا ما شرمنده نشیم. تو خودت میدانی ما خلافی نکردیم. ای خدا. تمام آقا برو. خب بخواه برم توی قلیانی بکشم. الان نمیتونی قلیون بکش. سوار شو برو. ببین سوی چی شده. ببین من اومدم همون جایی که نگار پولا رو انداخته. خب یه چیزی واسهت گیر آوردم، باید ببینی. ببین شاید اینجوری بفهمیم کی پولا رو برداشته. الان نمیشه، باید ببینی خودت. یونه مرض داری؟ خب میذاشتی همه اینا رو اون فردا میگفتی. هیجان زده بودم، خواستم تو هیجانم شریک شی. قربون شکلت برم، ما دار و ندارمونو تو این خیابون بردن، بعد یه محبت در حق ما بکنی، اجازه بدی فیلمای دوربی مدار وسطتونه ببینیم. همین نداشم، هر کاری اصولی داره، مرامی داره، قضا قورتکی که نمیشه که. شما راهشو به من بگو، من در خدمتتون. شما خودت راهشو نمیدونی؟ چرا، راهشم میدونیم، راهشم میدونیم، خدمت شما. همین مشتی ما اینو میدیم به انام برای شاگردا. بیا پسر خوبی هستی، کارت بانک تو بده من. این شو بفرما، اینم کارتم، سه بریز بر این حساب. اون مرحوم خیلی ازت تعریف میکرد، میگفت یکی از عین داداشم میمونه. بیا یه تومن علل حساب زدم برات. یه تومن علل حساب؟ صاحب مغازه قفلی زده رو فیلم ها، غیر خودش نمیذاره هیچ کس دیگه به دستگاه دسترسی داشته باشه. یه تومن بهت دادم، یه تومن دیگه میریزم به حسابت، میری فیلم ها رو برمیداری میبینی. 5%. پنج تومن. حرف آخر، مقتو 10 تومن. یه ریال والا پایین باشه نمیدم. ببو؟ فیلمو که میاری؟ از کیش برام بگو. من چی باید به تو بگم که نگفتم از کیش؟ مسعودم باهات بود؟ ولی مسعود همراه من نبود. تو و مسعود با هم بودیم، با دو نفر دیگه. ببینم این چرت و پرتا رو اون مرتی که روانی زنگ میزنه به تو میگاره؟ تا کی میخوای به دروغات ادامه بدی؟ بابی تا به هم زدین؟ جریان کیش رو فهمیده. آخه چطور؟ اون پیر مرده عوضی برداشته براش عکس فرستیده. بینم توش که پول هست، خالی مالی نباشه. فلش شما خالی نباشه. شما شناختی؟ یعنی این همه مایه دادیم واسه همچین آشغال بی کیفیتی؟ آره؟
برگشتم سر جا اولمون. دوباره برش گردم ببینم. ببین ولی یه چیز مشخصه ها، اینا نفر نیستن، باندن، خیلی هم کارشون خوب بلدن. نگاه کن چه نقشه ای ریختن. آره ولی باند گوسفندی هم با تمام حرفه‌ای بودنشون حساب یه چیز نکرده بودن گوساله ها. دوربینا نه که خیلی هم فیلمش به درمون خورد. آره آقا ما به هر کی شک داشتیم رفتیم دنبالش. الان دیگه بنبسته، کسی نیست که این آشغال هم مفتیرون بوده. وای دوربین فیلم مرداریشه نیست، همجوری یه چیزی گرفته رفته دیگه. زنگی به این دختره بزن ببینید چه خاکی بکنیم تو سرمون. باشه ولی جواب نمیده. وای ببینه مطمئنی همینجاست؟ آره. ولی تو حالا نمیمدی اینجا؟ چرا بابا الان پیداش بکنم؟ اینه خب دنده اقا بگی برو پول. اینجاست طبقی آخر. نمیدونم اگه خودت نمیدونم فکر نمی کنم لزوم داشته باشم. لزوم داره آقا جون، لزوم داره. بیا پایین. خواست کن مسعود و بابا که مامان دارم میان بالا. لشکرکشی کردی؟ تینا فناس کجاست؟ من چه میدونم آخه؟ مسعود؟ من به تو نگفتم ازش بیخبرم؟ ظاهرن کلاهی ما دیگه پیش رفیقمون پشم نداره. مادن از زبون خودت بشنوه. تناز رفیق فابریک شما بود. مادن ازش خبر نداری. میشه؟ این آخریه که با رفیق خودتون فابتر بود که چرا خودش نمیپرسی؟ تلفن منو جواب نمیده. تینا اگه دستت با این دختره توی کاسه نیست بهم بگو. بابک چه کاسه ای؟ من و تنوس فقط یه مدت با هم همخونه بودیم. اون جریانی که برات تعریف کردم اون که یادته؟ گروگانگیری؟ همون که دهن لقی کردی رفتی به همه گفتی. گندش در اومد؟ هم گندش در اومد هم اخخازی شده. 4 میلیارد. چی؟ 4 میلیارد. پس واسه همین الان به تناز مشکوکی؟ فقط به تناز مشکوک نیستم، به تو هم مشکوکم. دست شما درد نکنه. ببین تینا، 4 میلیارد پول رفیق منو بالا کشیدم. عصبانیه. تو به خودت نگیر. اگه اطلاعاتی داری به ما بده. حالا کی پولا رو بردن؟ آخر میشه که از کیش برگشتیم. میتونه هم دست داشته باشه. غیر اینه هم دستش هم یه پسر بوده. فیلمش هم دیدیم. چه فیلمی؟ فیلمه رو الان داریم من ببینم؟ فیلمش هم میتونی ببینی. این که نیماست. ببینم کی هستی نیما؟ نیما داداش طناز دیگه. مسعود تو واقعا نیما رو نشناختی؟ بده ببینم. این که نیماست. آره نیماست. مسعود تو چطور نیما رو نشناختی؟ او 10 بار اومده اینجا واسه خودمون گیتار زده بعد تو میگی نشناختم. 10 بار که اومده اینجا من رو هوا بودم
بعدم خب فضا تاریک بود دیگه، چه میدونم نیما کیه. اون موقع رو هوا بودی، الان که رو هوا نیستی. عکس سلفی که نگرفته، دوربین پارکینگه، تاریک، نابازه. بیا نگاه کن. تو که ده دفعه دیدی؟ تینا، اگه چیزی از این دختر تناز میتونی بهم بگو. زندگیم داره از هم میپاشه. میگه. خوشگل من میگه. خوشم نمیاد کسی اینجوری تهدیدم کنه ها. مثل اینکه یادت رفته داری با کی حرف میزنی. هنو دو ماه از وقت برگم مونده، اگه نه اجازه نمیدادم پا تو بذاری توی این خونه. دو ماه مونده هنوز، فکرم تموم شده. ولی بگو. باور نمی کنی الان زنگ بزنم خیالت راحت شه. الان ما باید باور کنیم حرف تو. برادرش چی؟ آدرسی چیزی؟ آخرین آدرسی که ازش دارم واسه خونه باباشه که 6 ماه پیش از اونجا رفتن. بعدم مسعود که خود شماره نیما رو داره. مسعود تو که شماره نیما رو داشتی؟ من دارم شماره شماره. ببینم احیانا پولای شما به دلار نبوده. چرا؟ تناز اینا رو واسه من گذاشته بود با یه تیک کاغذ. من ساده رو بگو، فکر کردم پای حساب کتابی که با هم داریم واسه من گذاشته. شاید از نظر شما آدم درستی نباشم، ولی هرچی هستم لقمه حروم از گلون پایین نمیره. ببینم آقا جون، شما این پسره رو اونجا نشناختی؟ معلوم که نشناختم، اگه شناخته بودم که میگفتم. تصویر واضح نبود، نفهمیدم. تصویر برای این دختره تینای واضح بود، برای تو نبود؟ شما به من شک کردین؟ فکر میکنین من این دختره دستمون توی کاسه هست؟ نه، من بهت شک ندارم، ولی با این گافی که دادی مطمئنم که دستت با این دختره توی کاسه است. من؟ نه من. کی با این دختره آشنا بود؟ کی باشونو باز کرد تو رفاقت ما؟ شاید تو هم اگه اون دهن گشادتو میبستی و راجب گروگانگیری حرفی نمیزدی هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. وقتی سفره دلتو پیش هر کس و ناکسی باز میکنی، عینه یه چک سفید امضا و بدون تاریخ میمونه که میدی دستش که یارو هر وقت دلش خواست ازش استفاده کنه. سخنرانی خوبی بود باریکلا. الان همه کاسه‌گذار سر من شده. این دختر تنازه چند وقت جیک تو جیک شدی؟ به شما چه ربطی داره؟ موقت بود، میخوام دائمش کنم. شنیدی چی میگه؟ خوشبال سارا. من و سارا جدا شدیم یه هفته قبل از کیش. نگارم میدونه. آفری مسعود، آفری، آفری. گوش دادی چی گفت؟ راز زندگی دوست منو قبل از من زنم میدونه. این حرفو چیزی نیست که آدم را بیفته جار بزنه. شما اگه رفیق بودین تا حالا فهمیده بودین مشرب و دفتر میخوابم. بابا اصلا برای من مهم نیست که تو شبا کجا میگیری میخوابی. من حرفم چیز دیگه از حرفی که با عقل جور در بیاد. من دهن گشادم و باز کردم، به این دختره ماجرا رو گفتم. شماره نگار رو از کجا گیر آوردن؟ همین. آفرین. از کجا معلوم خودت با تناز همدست نباشی؟ بابا یارو داره زن تو میشه، بعد با من همدسته؟ بله. تو هم کم گیر و گرفتاری مالی نداری. سهم اونو دادی، بقیه رو بالا کشیدی. یعنی من بردم با اون یه سهم دادی. فعلا یه سرنخی پیدا کردیم، خیلی زود معلوم میشه کتنه که. تو هم رفیق یه تماس با این برادر زن آیندت بگیر، البته اگه ما غریبه نیستی. ببین جواب تلفن تو میده یا نه. بزن رو اسپیکر گوش کنی. مسعوده. سلام. بله. سلام نیما. مسعود شمایی؟ تناز خبر نداری؟ والا من که دیروزم بهتون گفتم، به پیر به پیغمبر به جون جفتم، اصلا از خبر ندارم. آقا جو حالا میام. ببین
الو اسپیکر. نمیدونی تناز کجاست؟ چجوری میشه پیداش کرد؟ چرا خودت بهش زنگ نمیزنی؟ زنگ بزن بهش ببین کجاست. اگه تلفن منو جواب میداد که به تو زنگ نمیزدم. شاید ازت دلخوره. ببینم نکنه دعواتون شده. نه بابا. حالا اگه پیداش کردم خبری ازش رو خودم بهت زنگ میزنم. خودت کجایی؟ چطور؟ مطلبی هست که باید باهات صحبت کنم. چه موضوع چیزی شده؟ تلفنی نمیشه. باید ببینم. امشب که حقیقتش یه خود درگیرم. خیلی طول نمیکشه. اگه میشد که نوکرتم بودم. فردا چی؟ فردا راستش یه دو سه جا کار دارم انجام بدم. خودم به زنگ میزنم با تمام میکنم بیا یه جا ببینمت. باشه منتظر. باش آقا روز چشم. روز جفت چشم. چشم. خداحافظ. بد کرد؟ من حرف زنمت. این احمق عوضی داره میپیچونه. آره داره میپیچونه. تو چجوری آدرس اینا رو نداری؟ به جون هر سه تامون ندارم. نداری؟ چی کار داری میکنی با زندگیت مسعود؟ تو داری میری با کسی ازدواج کنی که حتی آدرسش هم نداری؟ شماره این پسره نیما. نیما چی اسمش؟ اینو بفرست برای من. باشه میفرستم. که میگم آب تو آور میکنه. شما را حال بهتری داری؟ کار. عجله داری؟ صبحونه بخور. نمیخورم. میرم سر راه یه چیزی میگیرم میخورم. کارت خوبه؟ خوبه. حقوقش بد نیست. بیمم کردم. خوبه دیگه. چه مدیر خوبیه. متعهلی و مجرده. ماشین پاشین چی داره؟ خسیسه؟ چرتا پرتا چیه داری میگی؟ ببین به من ربطی نداره مجرده یا متأهله. من شناسنامه‌شو ندیدم. کلید گاف صندوقش هم ندارم ببینم چقدر پول داره. من میرم کار میکنم حقوقمو میگیرم. دست دلوازه. رستوران خوب رفته بودین. یارو استیک خوره.
داری اشتباه میکنی، قضیه اونجوری که تو فکر میکنی نیست. الانم دیرم شده، باید برم سر کار. بشین. ببین، اگه فکر کردی من نمیشم آینه خودت، سخت داره اشتباهی. اگه تو منو دنبال کردی دم رستوران وای میسدی، آخرش هم میدیدی مرتی که یه زری زد، منم سکه یه پولش کردم. الان میخوام برم سر کار. واسه چی میخوای بری سر کار؟ حقمو بگیرم. حقتو؟ آره برم حقمو بگیرم. من نمیذارم اون رفتاری که تو با دخترای مردم میکنی کسی با من بکنه. تو میدونی یا وجدانت آقای نگران. سلام، مخلصم، قربونت داداش، چاکریم، تو چطوری؟ آره منم خوبم. آره، میدونم، ببخشید، من یه مقدار خیلی سرم شلوغه. آره داداش، شرمندتم. شهاب جان، داداش، پری روز یه وانتی مالیده به من، از سر تا ته و خط انداخته رفته. ماشینو میگم داداش. آره چکرت، قربونت. آره داداش، ببین شمارهشو برداشتم، یه زحمتی برات دارم، اینو آدرسی چیزی بتونی ازش گیر بیاری به من بدی. آره داداش، خسارت تا دلت بخواد. نه آخه ببین، میدونی بس یه میلیون دو میلیون نمیدارم، یه چراغ فلان بود که ازش میگذشتم، ولی نه داستان داره. دمت گرم. دیگه غیر قانونی اینا رو بیخیال دیگه. داداشمی، دوستت دارم. شهاب جون زودا، من نوکرتم. منت سر من میذاری داداش، قربونت برم. خداحافظ. خداحافظ. این یارو دوباره سرکلش پیداش. کی؟ این یارو خواننده دنی بند، این دفعه با مدیر برنامه ش اومده. مدیر برنامه چیه دیگه؟ دوستان ما خودمونم نمیخواستیم کار به اینجا بکشه، ولی کشید. حسابی اعصابمون رو به هم ریخت. الان باید دو برابر همین طلب شما خرج خط و خشی کنیم که مغزمون افتاده. آقا مسعود، من از شما عذرخواهی میکنم، ولی مشکل این آقایون نیستن، مشکل منم. یه قولی به این آقایون دادم، نتونستم بهش عمل کنم. سید جمالت خوبه؟ آقا اون پولت، شما پولتو بردار، هم اصلشو هم سودشو. یه قرون دوزارم نمونه وسط، دینش گردن ما نباشه، اون دنیا سر پل صراط خفت ما رو بگیری. بله این رفیق ما خیلی رو این چیزا حساسه. اون که کلش میشه طلب آقادنی. دلار چند حساب کردی؟ با قیمت قبل برجام؟ با دلار الان حساب کنی که 10 تا میزنه بالاتر از حسابتون. اونم با زن پای علافی و اعصاب خردی و دیر کردش. اشکالی نداره که. ماشاءالله. عجب مدیر برنامه‌ای داری. چرتکش حسابی خوب کار میکنه. آفرین. آقا این به درد ما میخوره. به هر حال من حافظ منافع دنی ام. آقای حافظ منافع، شما فکر کردی این شرکت و دفتر و دستک و نشریه لنگ 50 تومن ایشونه؟ من همچین فکری نکردم. عزیز من، شما اصلا فکر نکردی؟ اگه فکر میکردی که نمیومدی پولتو پس بگیری. شما میدونی از رو جلد این نشریه چند نفر توی مملکت استار شدن؟ سوپر استارایی که الان بند ساعتشون برای شما، حالا شما نه ولی برای شما حتما کمربنده. یکیش همین آقای اسم نبر عزیز من، شاید راضی نباشه اسمش آورده بشه. او واقعا اومده اینجا؟ این چی میگه بابا؟ میگه اومده اینجا
عزیز من، ایشون اومده اینجا، 100 نفر مثل اونم اومدن اینجا، الان هر کاری که انجام میدن 10 بسته از این مایه ها میگیرن. چی فکر کردی شما؟ من بهت گفتم دارم میبرمت یه جا که پرواز کنی، اینجا بعد فرودگاه مهرآباد بیشترین پروازو داره. دروغ میگم شما توف کن تو صورت من. نه سویه جان، کاملا درسته. مشکل اینجاست که این داداشمون نمیدونه کجا اومده، نمیدونه اینجا کجاست. اینجا هفت نماست. آقا اصلا اینجا بی نماست. داداش برو پولتو بردار، بذار ما هم به کار زندگیمون برسیم. بیا داداش بیا. خب این قرار دادم فسخ کنین که ما هم به کارمون برسیم دیگه. باشه دیگه. منو پولو نمیخوام. داداش شما همش داری دبه میکنی، یعنی چی؟ چی چی رو پولمو نمیخوام؟ تو کباب پزونه کیش مثل موش و گربه رفتیم دنبالشون بیاریم پولتو بگیریم بعد میگی پولمو نمیخوام. داداش شما چی میخوای؟ با خودت چند چندی بگو به ما، اگه قابل بررسی باشه حلش میکنیم. یه قرارداد جدید با یه تاریخ جدید. آها، این دیگه قابل بررسیه. ببین من کاری به این کارا ندارم، من پولمو ازت میگیرم. باشه بابا، یه میلیون تو با من. خیلی خوش. بنویس آقا. نه دیگه داداش اینجوری که نمیشه بنویس. ما نویسنده ایم، شما بگی بنویس ننویس. من کلام پیش ایشون دیگه پشمی نداره. ایشون مدیر اجرایی اینجا و رئیس بنده است. آقا اگه راه داره شما فکر واسه داداشت میخوای انجام بدی. راه دارد یا ندارد؟ من بایی یه راهی دارم. یه قرارداد جدید مینویسیم، مبلغ رو دو برابر میکنیم، تاریخ هم بر میداریم. یه دقیقه به دقیقه شیطون نره تو جلد شما پاشی بیای دفتر نشریه پولم چی شد، عکسم چی شد. قبوله؟ قبوله. آقا جون این من نیستم، باید تا تهش بری. تموم شده رفت، دیدی گفتم درستش میکنم، درست شد. آقا من اصلا دو تا آدم جدید میارم، خب شما کاراشونو بکنین، استارشون بکنین بره. تموم شد رفت. بده خوشم میاد از این. این باید بر ما کار کنه. بیار داداش. تموم آقا. با دوست داریم. رو ما حساب کنیم. این چه گفت بود؟ من چگونه کرده بودم؟ آی یاوشتر تو مسعود هنوز عقد نکردی؟ مسعود که تو ببینم تنست بابا میخوای عروسی کنی شد؟ نه بابا جون نمیخوام عروسی کنم، این یه زری میزنه، همینجور خود برو مخه من. من زری میزنم؟ خب آره به هر صورت ببین باید خیلی موازه باشی. ببین مثل اون دفعه نشه که اون یارو گنده هم اومده باز عروسی کرد و سر سال نشده بلیت کرد و رفت. نه بابا جون من نمیخوام عروسی کنم، ولی اگه خواستم عروسی کنم قول میدم که با یه آدم حسابی عروسی کنم، نگران نباش. فقط غم و غصه‌اش رو جلو دوده ما موندن. آدم حسابی؟ آره راست میگه آقا جون، آدم حسابی ها پاشنه در این خونه رو از جا کندن، صف کشیدن. میخوای برم دو سه تاشونو بردارم بیارم از دهن رو در دهنتو میبند یا دهنتو ببندم نیما؟ بسته دیگه، هیچی بد نمیگم، اینقدر بچه بودی بزرگت کردم، بچه دهنش به دامن میگه. نیما بله بابا جون. نیما دختر خوبیه، عذیتش نکن. آره بچه ناخلف منم، همیشه نازگل بابا بوده، همیشه دختر خوبه بوده. تو خوبی خانم، تو خوبی. برم جیرت بیارم آروم شی آجون.
بیار جیرم بیار. یه جوری حرف بزنه انگار جیرشو تو جور کردی تا حالا. او جیره جفتتون هم من ردیف میکنم. بری پر روی. کاشم این جیره قد شه هم نفس من که این هم منت رو سرم نباشه. نیما نیما عزیزش نکن بابا. باشه بابا جون زر تکون بخور لباسات درست کن. جایی هم کار دارم زنگ میزنم. خداحافظ. بله. سلام سارا. میخوام بیام بالا کار دارم. تو چرا بتایی؟ ما حرف بزنی با هم دیگه. چه کمکی؟ بیتا جواب تلفنمو نمیده. انتظار داشتی جواب تو بده؟ خیلی گندی زدی که هیچ جوری نمیشه جمعش کرد. باشه قبول. گند زدم. اما باعث آشنایی ما شما شدید. شما دوستای صمیمیشید از شما حرف شنوی داره. نمیدونم یه کاری بکنید، یه کمکی، یه رای جلوی پای من بذارید. طلاقش بده. نمیتونم. چاره دیگه ای نداری. نمیخوادت. کنم خودش هم خیلی واضح و روشن اینو بهت گفته. من هنوز دوستش دارم. چرا نمیخوای قبول بکنی که گند زدی؟ چرا میخوای وانمود کنی هیچ اتفاقی نیفتاده؟ باشه قبول، گند زدم، اشتباه کردم. باشه، گند زدی پس تاوانشم بده. نمیشه که آدم هر غلطی دلش میخواد بکنه و تاوانشو پس نده. اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه که. دختر طناز بود؟ بس هنوز با همه. از رابطهشون خبر داشتی؟ چرا شما فکر میکنین انقدر زرنگین؟ من این ماجرا رو از خیلی وقت پیش میدونم. از همون وقتی که منشی محسود بود تو شرکت. نفر سوم تو عکس کی بود؟ بابک. بابک که نبود ها؟ بابک اون موقع گرفتار بود؟ دوست صمیمی من و مسعود تو کیش زندگی میکنه، میتونم ببرم نشونتون بدم. ولش کن، داره دروغ میگه. لطفا پاشو برو آقا. خواهش میکنم. جوش دقت کنی خب بهتر میشه. نه بگیرم
خب چی گفتم الان؟ بیا آجون بیا قربونت برم. نمیخورم این زهر مار تلخه. بابا جون قربونت برم، زهر مار خیلی بهتر از این دردی که داری میکشی. نمیتونم تحمل کنم آب شیر جلو چشم که. بعدم این جنسش اعلیه، با همیشه فرق میکنه. کلی پول بالش دادم، پاشو نازنم پاشو. باشه بابا، همه پولاتو خرج میکنی، من نمیدونم چرا خرج من میکنی، چرا من اینجا به زور نگه میداری. بابا بذار من برم هم واسه تو بهتره، هم واسه نیما. شما تاج سر مایی، کجا بزن بری؟ این حرفا چیه میزنی؟ تاج سری که دیگه تلاش تبدیل به حرمی شده، واسه همینم تو داری میری فرار میکنی. کی گفته من دارم فرار میکنم؟ من جایی نمیرم. جایی نمیرم بشه تو درم تو نباشی منم میمیرم، تو نباشی منم نیستم. من هستم آبا جو، هیچ جا نمیرم، قربونت برم من هستم. دروغ میگی. دروغ نمیگم. تنها دروغ میگی. دروغ نمیگم بابا جون، کیتا به شما دروغ گفتم. این پرستار اینجا چیکار میکنه؟ خب حاج آقا من اومدم اینجا از شما مراقبت کنم. سب کن داشتم توضیح میدادم، یه دقیقه وایستم. چشم بابا جون، شما قبلن هم پرستار داشت، قربونت برم، چیز جدیدی نیست. آخه مرد بود این زنه، من نمیدونم هر کجا میدید، هر کاری که میکنی مواظب خودت باش. آقا جان موقته، یه چند وقت من میرم برمیگم، خودم ازت مراقبت میکنم مثل قبل. قصه نخور باشه؟ کجا خانم؟ فهمیدی چی گفتم که؟ بله. داروهاشو سر وقت بهش میدی. دو تا شربت داره. شربت اولش که دادی، شربت دوم که خواستی بدی، قاشقشو میشویی، خوشش نمیاد. چشم. بعد از اون عادت داره بره تو حیاط با این گلوگیا ور بره. حواست باشه از پلا نیفته، سرش گیج میره. چشم. شبام تبشو چک کن، تبش خیلی بالا نباشه. چشم. کابوس میبینه شبا، داد و بیداد میکنه، از خواب میپره، نترسی. نه. کلیدم گوشم رو گلدون دومی، نسخشم برو بگی سری. چشم. 17 بار گفتی چشم، بسته دیگه، برو به کارت برس. بله. بو برده میخوای بری؟ تو بریم اون نمیره. نگار
جونم سایه. ببین من اومدم خونه سارا. اینجا رفته بودی چی کار؟ اومدم باش حرف بزنم در میونی کنی یه جور موضوع حل بشه. چی شد؟ راضی شد؟ نه ببین فقط زنگ زدم بهت بگم گوشی دستت باشه حواست رو جمع کنی. برای چی؟ نگار اینجا بود. چی؟ بیتو عکس رو بهشون نشون داده. نگارم خیلی دنبال این بود که اون نفر سوم کیه. شک داره که تو باشی. ببینم تو چی داری میگی؟ شنیدی؟ آره آره. باشه میبینمت. خداحافظ. این چه وضع اتاقه؟ دستم خورد به اینا ریخت. چه ضرب دستی پیدا کردی؟ کجاشو دیدی؟ ببینم تو میدونستی مسعود و سارا از هم دیگه جدا شدن؟ آره؟ چطور مگه؟ چرا به من نگفتی؟ باید میگفتم؟ بله که باید میگفتی. مسعود دوست توه، اون چرا به چیزی نگفته؟ اون دوستم زنم نیست، اون شاید روش نشده. تو برای چی بهم نگفتی؟ آخه طفلی لابد خجالت کشیده بهت بگه تبریزم نرفته. آره منظور چی؟ منظورم اینه که اصلا از مسعود پرسیدی قرار داده تبریزتون چی شد؟ کاراتون چی شد؟ ای قسم دارم که یاسمن توش گومه، وقت برای پرسیدن سوالای مزخرف ندارم. مسعود و سهیل کیش بودن؟ کیش؟ فکر نمی کنم وسط هیری بیری رفته باشن کیش. هر کی بهت عمر داده اشتباه گفته. پس تو حتما یه پرسجویی بکن. میپرسم. چون عکس‌ها و فیلماشون رو شده. اگه پرسیدی بپرس اون نفر سومی که تو عکس کی بوده. نفر سوم. من که میدونم منظورت چیه. ولی اون روزایی که سرت تو زندگی خودمون بود خیلی بیشتر به ما خوش میگذشت. خیلی.
آره انقدر سرم تو زندگی خودم بود که اصلا حواسم نبود دور و برم چه آدمایی هستن. الان آدمای دور و بر خودم رو خوب میشناسم. تو خودت